مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران اروپا از بروکسل با ما هستند. آقای گلپور خیلی خوش آمدید به برنامه. به ما بگید که خب ایران چه هدفی رو دنبال میکنه از تعلیق مذاکرات؟ آیا به دنبال امتیازگیری بیشتر هست یا نه داره زمان میخره برای اینکه بتونه آخرین گام های دستیابی به سلاح هسته‌ای رو برداره؟ با سلام به شما هموطنان عزیز، اهداف جمهوری اسلامی چند لایه داره و اون چیزی که روشنه در سطح دیپلماتیک و در سطح بین الملل، جمهوری اسلامی خودشو امروز بعد از ماها انتظار کشوندن مجامع بین المللی آماده نمی‌بینه برای مذاکرات به هر دلیلی. اون چیزی که مهمه در سطح بین المللی، و شما از شان لوتخیان صحبت کردیم که بهترین در به اصطلاح ترمومتر هم برای سنجیدن به اصطلاح نظرات و نیز رویه‌ای که امروز در نهادهای بین‌المللی موجوده، امروز برجام مرده است. مذاکراتی که قرار بود برجام رو احیا کنه شانس به اصطلاح شروع شدنش رو 30% میتونه. این شانس به این معنا نیست این مذاکرات به نتیجه بتونه برسه. بنابراین مهمترین عاملی که در سطح بین‌المللی ما امروز از جمهوری اسلامی داریم، امتناع برای برگشت به میز مذاکره و نتیجه بخشیدن به حداقل 9 ماه انتظار طرف آمریکایی برای این مسئله است. آقای گلپور، این احتمال چقدر است اینکه ایران و آمریکا بتونن با هم به یک توافقی برسن تا بتونن تحریم‌ها رو بین تحریم‌های اعمال شده علیه ایران رو بردارن و تا گشایشی به نوعی بخواد ایجاد بشه در وضعیت معیشتی و اقتصادی در ایران؟ دقیقا خانم، این امتناع از برگشتن به میز مذاکره در شرایطی صورت میگیره که در تمامی مجامع بین المللی، چه در سطح منطقه و حتی آمریکا و حتی فرانسه، امروز بیشتر این نهادها روی پلان بی دارن کار میکنن. من در آخرین مصاحبه‌ای که با شما داشتم، مصادف بود با رفتن آقای گروسی به ایران، من گفتم این سفر مسکنه، بحران هسته‌ای و بحران رابطه با آژانس رو نمیتونه حل بکنه. امروز مسئله طرح‌های جایگزین مذاکرات با جمهوری اسلامی متاسفانه هرچی بیشتر داره قوی میشه و این طرح‌ها داره میره به سطح به اجماع رسوندن نهادهای بین‌المللی، حتی کشورهای مثل چین که میبینن امروز مجبورن خریدهایی رو که در سطح مسائل نفتی با ایران دارن به صورت محرمانه در بیارن، چون زمان هرچی بیشتر کمتر داره میشه. ما تا شورای جلسه دوباره شورای حکام 2 ماه بیشتر نمونده، یعنی در 60 روز اگر ما بخوایم تمام این مسائل رو ببینیم، امتناع جمهوری اسلامی به اجماع رسیدن بیشترین نهادهای بین‌المللی برای آوردن یک طرح جایگزین و نیز تا حدی خصمانه شدن لفظ جمهوری اسلامی در این امتناع، به نظر میرسه این 60 روز واقعا روزهای طوفانی خواهیم داشت و تمام این مسائل میباید از جانب تهران و تصمیم گیرندگان اصلی این پرونده که در تهران هستن و ما اسامیش رو نمیشناسیم و صورت بگیر. خب آقای گلپور، از طرح‌های دیگر، طرح بی و سی صحبت میشه، همونطور که شما هم گفتید نفتالی بنت در سازمان ملل هم در موردش صحبت کرد، اگر که به هیچ توافقی نتونن برسن ایران و طرف‌های برجام، تبعاتش همین طرح‌هایی که شما هم در موردش صحبت کرد چه خواهد بود برای ایران؟ چه پیامدی برای حکومت ایران و جامعه به لحاظ سیاسی خواهد داشت؟ تبعاتش برای جامعه ما بسیار بالا خواهد بود. مردم ما با این شرایط بحران بهداشتی که کرونا درش هستیم و حل نشده و حادتر شده، و نیز مسائل اقتصادی بسیار حاد و بهتر از من میدونید، احتیاج نیست طولانی کنم این صحبت رو. مردم واقعا از برجام که به عنوان گرونترین میشه گفت پروژه صنعتی و نظامی و امنیتی در این تاریخ جمهوری اسلامی باید ازش نام برد، تمام مصیبت های این پروژه رو خواهند داشت. در سطح رهبران جمهوری اسلامی، تا اونجا که من اطلاع دارم از پلان ب، بزرگترین تحریم های اون چیزی که بهش میگن تارگت های هوشمندانه به روی اونها خواهد بود، به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی این تحریما به روی این افراد برخواهد گشت و مسلما امکان برگشت دوباره تحریمای شورای امنیت سازمان ملل موجود خواهد بود. بسیار ممنونم از توضیحات شما، مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران اروپا که از بروکسل